سلام به همه شما دوستان گرامی، من حسین عبداللهی هم با یه آموزش دیگه در خدمت شما. قرار امروز بگیریم با دو تا برنامه آشنا بشیم که این برنامه کمک میکنه سیستممون بروز باشه و همیشه بهینه. یه لحظه این کلیپ رو نگاه کنید. ما داخل گوشیامون از این خیلی استفاده میکنیم. ما باید این هم شبیه این برنامه رو هم داخل کامپیوترمون داشته باشیم و بتونیم همیشه بهینه کنیم سیستممون رو. قبل اینکه بریم با این برنامه آشنا بشیم، خوشحال میشم که پیج یوتیوب ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنید و اگر ما رو داخل اینستاگرام می‌بینید دو تا بزنید روش و برامون کامنت بذاری. بریم که این دو تا آموزش رو ببینیم. خیلی مخلصیم. سلام به همه شما دوستان گرامی، من حسین عبداللهی ام با آموزش جدید در خدمت شما. قرار امروز بگیریم دو تا برنامه که خیلی مهمه باهاش آشنا بشیم، که قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ نرم افزار مثل 3D Max، AutoCAD، Lumion، خیلی خوبه که از اینا استفاده کنیم، سیستممون رو بهینه تر کنیم و آپدیت کنیم که خیلی سرعتش بهتر بشه و روند کارش. خب قبل اینکه بریم سراغ این دو تا برنامه، پیشنهاد میکنم که حتما داخل پیج یوتیوب ما بشید، اسم ما رو سرچ کنید میاره و میتونید از آموزش‌های دیگه‌مون هم استفاده کنید. آموزش متنوع و خیلی خوبی براتون داریم، میتونید ازشون استفاده کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. خب بریم سراغ اون دو تا برنامه. من میام داخل سایت صاف 98 که اسپانسر ما هم نیست، میام اینجا. وقتی که سایتش رو که باز کنید، همچین سایتیه، میایید پایین‌تر اینجا اسم برنامه‌اش Advanced System Care. این برنامه چیکار میکنه؟ میاد عین گوشیامون که دیدید وقتی که کند میشه، ما یه برنامه خود گوشی ها داره، کلینر که میاد شروع میکنه فایل های اضافی گوشی تو پاک میکنه، سرعتش رو بهینه میبخشه. اینم دقیقاً برای سیستم کامپیوترمون هم همین کارو میکنه، که به دو شکل هست. شما میتونید بیاید برنامه‌شو دانلود کنید، یه پرو داره یا آلتیمیت، که هر کدومش دوست داشته باشید میتونید دانلود کنید که به همراه لایسنس که کرکش کنید و ازش استفاده کنید. یکیش هم پورتابله که شما هر موقع بخواید میتونید راحت دو تا کلیک بزنید باز بشه، دیگه نیازی نیست روی سیستمتون نصب بشه، که خودم از همین استفاده کردم. ببینید چه جوریه. من میام داخل برنامه‌هام، پروگرام، توی این قسمت Advanced System Care Pro Portable. توی اینجا من بخوام بازش کنم، قبلش حتما باید بیام من بگیرم فایروال آنتی ویروسم رو آفش کنم واسه چند دقیقه، یا اگر چون آنتی ویروسم نصب نیست رو سیستمتون، فایروال ویندوز رو بگیرید آف کنید. من میام اینجا میگیرم اینو 10 دقیقه آفش میکنم، اینم پرسونال وایفایش هم همینطور. و بعد میام اینجا راست کلیک، ران ادمنستریتور رو میزنم و یس میزنم، برنامه برای من بالا میاد. این شروع میکنه توی اینجا، من اگر اسکن بزنم شروع میکنه، سیستم من اسکن میکنه و هرچی برنامه های اضافی هست و هر مشکلی داره رو درست میکنه و پاک میکنه و تحویل من میده. من شروع میکنم به این صورت. من خیلی مثلا نیازی که به نظر من هفته یک بار این کار رو کنیم، هر جا مشکلی باشه، جانک فایل داشته باشه، پاک میکنه، تمیز میکنه و سیستم رو در اختیارتون میده. الان هم که 60 مگه، به خاطر اینه که من همین امروز صبحم ترتمیز کردم سیستممو. همین شروع میکنه انجام دادن. خب برای من تموم شد. میام اینجا فیکس رو میزنم و شروع میکنه، هر مشکلی باشه اوکی میکنه، بعد فرنش. این یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی خوبه اش استفاده کنید. تیکای بعدی هم داره، شما میتونید برای اولین بار که دارید اینو استفاده میکنید تیکای بعدیش هم بزنید و اینا رو هم براش قرار بدید که بتونه اینا رو هم درست کنه براتون. من این برنامه رو میمندم، بریم سراغ برنامه دوم. برنامه دوم اسمش IOBeat درایور بوستره، که میاد چیکار میکنه؟ تمام درایورهایی که نیاز داره سیستمت رو میاد شناسایی میکنه و اگر آپدیت جدید داره رو آپدیت میکنه، که این هم به همون صورت دانلود میکنی، کرکش میکنی و یا پورتابلش استفاده میکنی، که منم باز پورتابلش رو دانلود کردم که درایور سیم همیشه الکی پر نباشه، هر موقع نیاز داشته باشم ازش استفاده کنم. میام داخل برنامه ها، پروگرام IOBeat درایور بوستر پورتابل، اینم همینطور. بعد فایروالات آف باشه، چون وقتی پورتابل شبیه ویروس میبینش پاکش میکنه، یا اصلا اجازه نمیده بازش کنی. ران از ادمنستریتور رو میزنم و اینجا اینجوریه، میاد شروع میکنه، کلیک کنید اسکن میکنه، دقیقا ببینید کل سیستمتون رو میاد میگرده پیدا میکنه. من الان همش برای من آپدیته، ولی اینجا شما میتونید ببینید تمام برنامه‌ای که نیاز بوده برای سیستم منو همه رو دانلود کرده، از CPU، مادربورد،
گرافیک من هر چی که نیاز بوده، هر چیزی که توی کیس من شناسایی کرده و شروع کرده دانلود کردنش و آپدیتش کرده. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این برنامه رو دانلود کنید، چون خیلی بهینه تر میکنه سیستمتون رو و تمام قطعات داخل سیستمتون نرم افزاری ها رو آپدیت میکنه که باعث میشه که سریعتر بشه سیستمتون. خب امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدایا رو نگهدار شما.